همراهان همیشگی برنامه با هم، سلام های گرم و صمیمانه من رو بپذیرید. ممنونم که بیننده این برنامه هستید و در یک ساعت پیش رو همچنان با هم خواهیم بود در برنامه متنوعی که براتون تهیه دیدیم. گفتگو با یک عکاس مشهور که خودش سند مستندی از وقایع تاریخی، اجتماعی و آن چیزی که از بسیاری از دیدها پنهان هست رو گفتگو خواهیم کرد و با او گرچه بسیار نام آشناست شما آشنا خواهید شد. سپس باز هم میپردازیم به موضوع جنجالی به نام انتخابات پارلمانی در افغانستان و با یکی از کاندیداتورهای نمایندگی برای پارلمان گفتگو خواهیم کرد. میدانیم که شرایط بسیار حساسی در افغانستان وجود داره. درگیری با طالبان، اعلام صلح یک طرفه‌ای که همین دیروز خاتمه پیدا کرد و معلوم نیست مناطق بسیار وسیعی از افغانستان که به دست طالبان افتاده یا در تهدید هست چه خواهد شد و چه بلایی بر سر مردم خواهد آمد. ولی آنچه که هست، مردم افغانستان با یک فاجعه به نام ناامنی، بیکاری، گرانی، فساد، فرار از کشور، آوارگی و پناهندگی روبرو هستند و برنامه با هم درست سراغ همین آدرس ها میره و در رابطه با همین موضوع صحبت خواهد کرد. برنامه با هم در دفاع از مهاجرین و پناهندگان افغانستانی در ایران، کماکان از طریق همین آدرسی که در پایین صفحه مشاهده میکنید، در تلگرام @tv با هم، همینطور که گفته میشه نوشته میشه، میتونید با ما در تماس باشید. از طریق فیسبوک با هم و همینطور در یوتیوب همه مجموعه هایی رو که تهیه کردیم طی این مدت طولانی میتونید یک جا ملاحظه کنید. منتظرتون نذارم با مهمان عزیز برنامه گفتگومون رو شروع کنیم. مهمانی که بسیاری از شماها، بسیاری از عکس هایی که شما در رسانه ها دیدید، در رادیو، تلویزیون و روزنامه ها، کاریست از حکیم مظاهر. حکیم عزیز، به برنامه با هم بسیار خوش آمدید. ممنون. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و تمام گردندگان برنامه با هم. ممنونم حکیم. مظاهر هستم، عکاس آزاد در افغانستان، در کابل زندگی میکنم و به صورت فریلنس تصویر برداری میکنم از سالهای 1994 تقریبا. کم کم به شغل رو آوردم، البته به صورت آماتور بود، ولی بعد از مدتی به صورت حرفه‌ای کار میکنم و با رسانه‌های افغانستان در ارتباط هستم. بسیار خوب حکیم عزیز، خودت تو معرفی کردی و ممنون از کاری که کردی. رسانه ها سراغ تو میان یا تو رسانه ها رو باید سراغشون بری و کاری که تهیه کردی رو در اختیارشون قرار بدی؟ در افغانستان متاسفانه رسانه از عکس کمتر استفاده میکنن، استفاده زیاد میکنن، اما اینا به صورت حرفه‌ای از عکاسای حرفه‌ای خیلی کم استفاده میکنن. یعنی فرهنگ استفاده از عکس در رسانه افغانستان خیلی حرفه‌ای و جا نیفتاده، به این مفهوم که اینا بیشتر سراغ کسانی میرن که عکس رو به صورت رایگان بگیره و در اختیار رسانه ها قرار بگیره و بتن. و بعضی موقع میشه که رسانه افغانستان متاسفانه عکس های بعضی از عکاس ها را یا از طریق گوگل یا سایت های دیگری در انترنت میگیرن، کپی میکنن و در رسانه هایشان استفاده میکنن. تا چند سال قبل موضوع کپی رایت در افغانستان پاس نشده بود و خیلی جدی را نمیگرفتن، به تازگی قانون پاس شده. متاسفانه هنوز هم جنبه عملی به خود نگرفته و خیلی کسا با این موضوع آشنایی کامل ندارن. غالب وقتها عکسایی را که میگیرم اکثرا در آرشیف ما نگهداری میکنم، آرشیف خودم نگهداری میکنم
و در موقع ضرورت غالب وقتا رسانه ها من دنبال ما و من کمتر دنبال رسانه ها میرم. بسیار خوب. حکیم، عکاسی رو انتخاب کردی، گفتی که به طور اتفاقی در یک کمپ پناهندگی در پاکستان شروع شد و به هر حال تا به حال ادامه داره، اما برای یک عکاس، مثل یک نقاش، مثل یک خطاط، مثل یک بازیگر، موضوع، سوژه، چگونگی دیدنش و کار کردن روی اون حساسیت ویژه‌ای داره و کسی که حرفه‌ای سراغ این رشته میره یک دید مجزا از سایرین دارن. همه یک صحنه رو میبینن، اما عکاس با یک شکل دیگه ای به اون صحنه نگاه میکنه و ثبتش میکنه و برای همیشه اون لحظه ماندگار و جاویدان میشه. میخوام نگاه تو رو به صحنه های اجتماعی جستجو کنم و اجازه بده ما از یک تعداد عکس داری که فوق العاده دردناک هم هستند، از معتادینی که زیر یک پل، در اسم اون پل رو من نمیدونم، به این خاطر اسمش هم نمیتونم بیارم، در کابل هستن و خیلی عکس های ضمن این که دردناکن، ضمن این که جانگدازن، اما انگار یک موضوعی رو تو میاری و بیننده رو مجبور میکنه که به اون صحنه نگاه کن و کار تو به همین ترتیب هست. هم عکس ها رو وقتی که خودت صحبت کردی نشون میدیم و سوالی هم که من ازت کردم امیدوارم فراموش نکرده باشی. نگاه تو به صحنه چه هست؟ چیو میبینی؟ دنبال چی هستی؟ شکر، من هدف شما را تقریبا یک مقدارش گرفتم، شاید دور نرم از موضوعی که شما مطرح کردن. عکس از طوری که من برداشت دارم با او باور دارم معمولا هست که عکس‌ها رو ما به دو دسته میتونیم تقسیم بندی بکنیم. یکی عکس‌های خبری که بیشتر نحوی گزارشدهی از وضعیت سیاسی اجتماعی اقتصادی یا فرهنگی یک جامعه را شامل میشه و یکم نگاه زیبایی شناسانه در موضوعاتی که در اطراف موجود داره. در عکسایی که جنبه خبری داره و نوع نگاه گزارشگرانه با نگاه گزارشگرانه با او پرداخت میشه، طبیعی است که موضوعات مختلف که در پیرامون ما جریان داره من غالب وقتا از کنار از اینا رد نمیشم و هماره دوربین با من است و هرگاه من با موضوعی یا سوژه یا چیزی که در خور قابل توجه ما باشه با او میپردازم و او را ثبت میکنم. تعداد اکسایی که شما اشاره کردن که خب ما از معتادین در پول سوخته، شما گفتن ما پول نمیدنم، پول مشهور است در کابل به نام پول سوخته، پول است که در اونجا محل تجمع غالب معتادین مواد مخدر در اونجا هستن، یک جایی خیلی 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 قابل وصف که از لحاظ بهداشتی در بدترین وضعیت زندگی اونا بسر میبرن، جاییست که میزان بالایی از کثافات و تعفن و چیزی که ما نمیتونیم رو به زبان بیاریم در اونجا زیست میکنن. من گاه و بیگاهی به زیر پل سر میزنم و طرف طرف که میرم موضوعات دردناکی را آخرش روبرو میشم و ناگزیر میشم که بعضی از صحنه ها را تصویر بگیرم و با رسانه ها و سایت‌های اجتماعی در اشتراک بگذارم تا بتونم توجه مسئولین و حکومت کسایی که در قسمت مسئولیت قانونی دارن و کسایی که مسئولیت اخلاقی دارن این موضوع با ما به اشتراک بگذارم. یک موضوعی هست حکیم، برای فردی مثل خودتو که با یک نگاه موشکافانه و نقادانه به حوادث سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و غیره نگاه میکنه، افغانستان کشوری پرخبر هست، پرخبر به خاطر جنجالهای فراوان، به خاطر بحرانهای شدید سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی. از میان اونها ما تعدادی عکس از کارهای خودت رو انتخاب کردیم، اما
یک نکته رو باید همینجا صحبت کنیم و اون خورجین خلیفه است. خورجین خلیفه رو باید خودت معرفی کنی و ما از همون هم باید شروع میکردیم. شاید از عکس‌های خورجین خلیفه ما عکس‌هایی از مبارزات مردم در افغانستان به ویژه مبارزات زنان رو انتخاب کردیم. میخوام هم خورجین خلیفه رو بگی که یک استعاره بسیار بسیار جالب و بسیار توجه برانگیز هست و هم اینکه چطور سراغ عکس‌های این مجموعه رفتیم، مبارزاتی که ما تعداد اندکی از اون رو انتخاب کردیم. از تو میشنویم. تشکر، من حرف شما رو گرفتم. خورجین خلیفه، خب خورجین یک وسیله است که در افغانستان، شاید در ایران و تاجیکستان اینجا معمول باشه در بین کشورهای فارسی زبان، که مقدار از بار و بساط خود در سفر مردم، بخصوص کسایی که با اسب و مرکب سفر میکنن، در داخل از او نگهداری میکنن و این طرف این طرف انتقال میدن. معمول است، تقریبا چی جافتده است. عکس هایی که من در داخل خورجین دارم، طور که اول یاد گرفتم، شاید از شروع سال 1994 به بعد است که از مناطق مختلف افغانستان و پاکستان اینجا گرفتیم و موضوعات مختلف را شامل میشن. این موضوعات شامل یک بخشش موضوعات زیبایی شناسانه است که از طبیعت و بیشتر کارهای لندسکیپ یا است که از کابل است، از بامیان است، از پروان است، از بلخ است، جایی که من تانستم در اونجا سفر کنم. موضوعات ابنیه یا موضوعات تاریخی است که آثار تاریخی رو شامل میشه و یک بخشش که بیشتر جنبه خبری و یک نگاه اجتماعی و سیاسی اقتصادی و اجتماعی داره، بیشتر جنبه خبری دارن، که اکثر شامل تظاهرات و مبارزات مدنی زنان است، از اعضای جامعه مدنی است، اقلیت‌های قومی است که در فواصل مختلف در با موضوعات مختلف اینا راه اندازی شده در زمان های مختلف. من تقریبا کمتر رخداد و واقعی که در کابل در سال های پسین تاقه دیده، من از او عکس نگرفته باشم. غالب این موضوعات را که من با شما یادآوری کردم و شما متذکر شدیم، من از اینا تصویر دارم و این تصویر ها در آرشیف یا در خورجین خلیفه موجود است. خب حکیم، فکر میکنم که یکی از کارهای با اهمیتی که باید خودت انجام بدی این که این خورجین خلیفه رو به یک نمایشگاه بزرگ زمانی تبدیل کنی و کارهات رو به نمایش بگذاری. یک تاریخ مصور توسط تو تهیه شده که بخشی از تاریخ اجتماعی، فرهنگی، مبارزاتی، سیاسی دوره معاصر هست و مردم حق دارن که حکیم مظاهر اونها رو به این دوران ها ببره و بگه که چی گذشت. و خیلی از صحنه ها هست که فکر میکنم یکی از تاریخی ترین صحنه هاست. اما یک عکس ویژه از تو ما انتخاب کردیم، درست وقتی که اون آتش بس اعلام شده از طرف دولت وحدت ملی اعلام شد و طالبان به شهرهای افغانستان سرازیر شدن، از جمله در کابل در عید فطر. چند عکس از تو هست و یکی از اونها که خیلی مشهور شد و فکر میکنم صدها وبسایت و همینطور در مدیای اجتماعی منتشر شد، عکس یک موتور سوار با نمره تهران موقعی که طالبان به خیابان ها آمدند. این رو من میخواستم از یه توضیحی بپرسم و بینندگان ما هم اون عکس رو ببینن. بله، شما طبعا که شما یادآور شدین که آتش بسته که از طرف حکومت وحدت ملی اعلان شد و طالبان مدت 3 روز با این آتش بس توافق کردن،
تعداد زیادی از طلبه ها در شهرهای مختلف من جمله شهر کابل حضور پیدا کردن و در بین اجتماع و مردم دید بازدشت داشتن. من یک از روزها یک نقطه است به نام کوتی سنگی کابل، یک پل هوایی اینجا ساخته شده و اکثر کسایی که در اون روزا با طالبان سلفی گرفته بودن عکس سلفی یا بیشتر اینا نقطه مرتفع است و در اونجا تعداد از جایی می آمدن اینجا استاد می شدن با مردم صحبت می کردن. من در کنار از اینکه دیگه موضوعات تقریبا عکس ها و تصویر های زیادی بود خیلی بر من جالب نبود. چیزی که در اونجا جالب توجه کرد بر من امو پلیت موتورسیکلت بود که طالب ها سوار بودن و با خود داشتن، امو پلیت تهران. خب دقیقا من ساعت سخم این چیز نمیتونم تایید کنم، ولی آنچه که اونجا موجود بود من تانستم اونا را عکس بگیرم. بی بی سی هم ابتدا از ما تقاضا کردن تو عکس را برایشان بفرستیم که من فرستادم و بعضی سایت ها و رسانه های دیگه هم از استفاده کردن. از نمونه های کارهای بسیار جالب تو عکس از روزمرگی مردم هست که خیلی عمیق و یک نگاه ژرفیه به روزمرگی زندگی مردم. در این حال یه تکنیک ویژه هم خودتو در عکس ها به کار بردی و برای کسی که اندکی با کار عکاسیت تا آشنایی داشته باشه بلافاصله متوجه میشه که زاویه‌ای که انتخاب میکنی یا لنزی که انتخاب کردی حرفی برای گفتن داره. اجازه بدین این عکس ها رو هم نشون بدیم و من یکی از عکس ها رو سوال دارم ازت که راجعش صحبت کنیم. در بفرمایید. اجازه بدین عکس رو نشون بدیم. بله تا فرمان عکس رو نشون بدن. الان در یکی از این عکس ها از یک قاب یک پنجره است که الان بینندگان ما میبینند. چند کودک در اون قاب پنجره هست و یک موضوعی هست، امیدوارم برگرده و عکس رو همونجا دنبال کنیم. چه تصویری خودتو داری از اون تعداد کودکی که در این قاب پنجره هستن؟ فکر میکنم اون تصویر است که من چند سال پیش در ولایت بلخ یا استان ولایت بلخ رفته بودم. روزی هم رفتیم در خود ولسوالی یا استان ولایت چی؟ یکی از استان های ولایت بلخ که خود بلخ دیگه موقعیت ما خانه پای مولانا و هنام هستند اونجا و قدیمی ترین شهر بلخ که اونجا قلعه است. بعد از او بربادی ترفتیم تعداد احسد رو طرف کردیم. در ضمن یک تعداد کسا آمده بودن که در اونجا دید بازی داشتن و در ضمن یک مزار بگوییم یا زیارتگاه اونجا بود که تعدادی از خانم ها و اطفال آمده بودن و خانم ها و اطفال جایدن در داخل اما زیارتگاه مصروف دعا و نذر و اکتفا بودن و جایدن اطفال فارغ از این موضوع به بیرون نگاه میکردن و با چهرهای متفاوت و با دنیای خودش درگیر بودن. حکیم فرصت ما کم هست و راجع به تک تک عکسای تو میشه طولانی صحبت کرد، اما در یه تصاویری هست که خود تو هستی و برای بیننده اولا مهمه که بالاخره یه چیزی هست در زبان فارسی میگن کوزه‌گر به کوزه افتاد، حالا عکاس در تله دوربین عکاسی دیگری افتاد. این چند عکس رو هم با هم میبینیم. یک توضیح ازت میخواستم که ماجرای این عکس‌ها چیه و کی از تو این عکس‌ها رو می‌گرفت؟
من این بخش سوال شما را قطعا متوجه نشدم، من میشه تکرار کنم؟ بله، یه سری عکس ما داریم که الان بینندگان عزیز ما میبینن و عکس هایی است که خود شما در اون عکس هستید و کسی شما رو به تله دوربین عکاسی انداخته و از خودت عکس گرفته. میخواستم راجع به اینا ازت بپرسم، اون یکی عکاس کیه که از تو عکس میگیره؟ بله، من اکثر البته زیاد عکاسی که در افغانستان است، ما با هم در جای مختلف میریم، با جای مختلف زیر نظر میگیریم، در برنامه مختلف با هم همسفر میشیم. عکاسی زیادی هستن که از من عکس میگیرن و گاهگاهی عکس را با ما شریک میسازن و من عکسی زیادی از رقم دختر دارم. خب من یکی از حدسیاتم این بود که باید دختر خودت که یک عکاس هنرمند هست، الهه مظاهر، باید اون بوده باشه و اگه خودت هم دوست داری ما گفتگویی هم داشته باشیم با الهه، خیلی گفتگوی کوتاه در حد فرصت و با الهه هم در کنار تو آشنا بشیم. بله، بعد از این اکثار الهه هم گرفتن که شما میتونین بایشون صحبت داشته باشین، الهه در کنار ماست و هر وقت شما خواسته باشین. بله، همین الان میتونیم با الهه هم گفتگو کنیم. خیلی خوب، خیلی خوب، الهه در خدمت شماست و شما میتونین بایشون صحبت. خب میبینین عزیزانم که ما در یک آن دو تا عکاس رو به تله دوربین تلویزیون برنامه با هم انداختیم و با حکیم مظاهر، یک عکاس ویژه است، خود شما هم توضیحاتش رو شنیدید هم کارهاش رو دیدید. توجهتون رو واقعا جلب میکنم به اینکه برید سرچ کنید و عکس های حبیب مظاهر رو حکیم مظاهر رو دنبال کنید. تماس ما با الهه مظاهر هم وصل شد. الهه عزیز، هنرمند عکاس، به برنامه با هم خیلی خوش اومدید. خوش اومدید، سلامت باشین. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت بینندگان برنامه با هم. بسیار خوب. الهه، خودتو میتونی توضیح بدی الهه کیه، چه کار میکنه، چطور عکاس شد، چطور دوربین رو از دست پدرت گرفتی و خودت شروع کردی؟ خب پارسال بود که پدرم به من گفت حالا بزرگ شدی باید عکاسی کنی و محمد تقریبا مدت یک سال میشه که عکاسی میکنم همراه پدرم، به بعض برنامه ها میرم، گپ های پدرم میشنوم، هر در بعض چیزا همراهش مشوره میکنم. مشوره میکنم، با ما اکثر من میگه که ایش تو ویدیو چی کن و ما بیشتر وقتی که پدر مرا تشویق میکنم ما همون قدر علاقه بیشتر میشه به هنر عکاسی. زنده باد. ولی اله، خودت الان تصمیم داری که عکاس بشی و دنبال این رشته رو بگیری یا نه دوست داری عکاسی رو هم یاد بگیری؟ دوست دارم عکاس و خبرنگار شوم. زنده باد، خیلی خوب. خب الهه، ما عکس هایی که تو گرفتی رو الان نداریم که نشون بدیم، متاسفانه نداریم، ولی چطور میتونیم عکس های تو رو پیدا کنیم؟ بینندگان ما چطور میتونن برن و از عکس های تو استفاده کنن؟ خب شاید سوال سختی کردم من، احتمالا باید بریم توی اینترنت بنویسیم الهه مظاهر که عکس های تو بیاد. شاید گفتم شاید مثلا توی وبلاگ، توی صفحه فیسبوکی، توی اینستاگرام یه جایی عکس ها تو میذاری. بله، پدرم باز عکس ها رمون جمیمه. بسیار خوب، ممنونم الهه، خوشحال شدم که اومدی توی برنامه ما، خوشحالم که یک عکاس جوان نسل امروز در کنار حکیم مظاهر هست و اگه اجازه بدی ما گفتگومون رو کوتاه با پدرت حکیم مظاهر ادامه بدیم چون فرصت زیادی برای این گفتگو باقی نمونده. ممنونم که اومدی و با تو آشنا شدیم. برات آرزو موفقیت میکنم. خیلی
خب یکی از کارهای جدید حکیم مظاهر نگاه به طبیعت و اون چیزی که روزمره ما هر روز از کنارش میگذریم ولی نمیدونیم چی میبینیم. و حبیب حکیم ببخشید، حکیم با دوربینش خیلی لحظاتی رو ثبت میکنه که بین روز و شبه، بین شب و روزه، و دوست دارم که حکیم راجب این شیوه از کارت بگی. خب من در واقع دو ساعت از روز خیلی دوست دارم و در زن بلاز تکنیکی هم این ساعت از روز برای عکاسی خیلی مناسب است و معروف است به ساعت طلایی برای عکاسی، چون هم نور طلایی است و هم زاویه تابش نور به سوژه ها که بیشتر کنتراست و روشن های را ایجاد میکنه و این سبب میشه که ما زیبایی هایی که در دنبالش هستیم بیشتر اینا را به دست بیاریم. به این لحاظ من اکثرا در طلوع آفتاب و قبل از طلوع غروب آفتاب در نقاط مختلفی که میخوایم از تصویر بگیرم حضور پیدا میکنم و بعد سوژه‌ای را که مورد نظرم است با او میپردازم. حکیم وقت برنامه ما رو به پایان هست و گفتگو خیلی ساعت‌ها واقعا میتونه با تو ادامه پیدا کنه، اما تو رو چطور میشه پیدا کرد؟ در اینستاگرام آیا یک اکانت یا یک حساب کاربری داری که معمولا عکس ها رو به اشتراک میگذارن، یا مدیای اجتماعی دیگه، دوستانی که الان با تو آشنا شدن یا دوست دارن کارهای ویژه تو رو ببینن بتونن برن و دنبال کنن؟ شکر، من معمولا از فیسبوک استفاده میکنم، یک صفحه عمومی دارم که به نام حکیم مظاهر است و یک پیج دارم که او پیج به نام سیتی واچ یا دیدبان شهر است که تعداد عکسای خود در اونجا گذاشتم. پیج فیسبوکی است. یک اکاونت در 500 پیکس که یک سایت معروف است در عکاسی، سایت خیلی معروف است، تعداد کاربرای خیلی زیادی عکاسان حرفه‌ای در اونجا عکس میذارن و صفحه دارن. یک صفحه در 500 پیکس هم دارم که تعداد عکس های ما در سایت 500 پیکس هم رفته به نمایش رفته اونجا هست. یک گاه گاهی از توییتر هم به نام حکیم مظاهر استفاده میکنم، خیلی کم البته، من زیاد استفاده نمیکنم، ولی در فیسبوک خیلی زیاد است. بسیار عالی، ممنون که ببخشید، بسیار عالی، ممنون که تو این گفتگو شرکت کردین. حکیم مظاهر، خورجین خلیفه و عکس‌های دیدنی اون که از این پس شما باید دنبال کنین. ممنونم حکیم عزیز و الهی عزیز که در این گفتگو با برنامه با هم شرکت کردین. تشکر از شما و از همکارای شما، از سلام و ارادت مجدد دارم، خدا نگهدارتان و سپاس از اینکه با ما ارتباط برقرار کردین و ما تانستیم لذیع با شما صحبت کنم. سپاس گذارم، خدا نگهدار. ممنونم. خب عزیزانم، با هم یک موزیک کوتاه میبینیم و میریم سراغ موضوع دیگری از برنامه. همچنان با ما باقی بمانید، با هم بمانیم تا پایان برنامه. بعد از موزیکی که با هم خواهیم دید، گفتگوی ما رو میشنوید در رابطه با و چگونگی انتخابات پارلمانی در افغانستان با یکی از زنانی که کاندیداتور هست برای شرکت در انتخابات پارلمان. اما با هم موزیک رو ببینیم و برگردیم به گفتگو. بی هم میدونه جنگه،
جنگای کهن دیگه بس خاطر ندیم بچ ساد و کفن ببین کودکا به یورش خون چشم دوختن تا بازی بی قانون شما سوختن کودکایی که به سمت مطبره ها شدن فریاد آزادی زدن بی صدا شدن آخه چره جنگ و کشتار ازم چی طلبیم بگیم به جز خشونت و نفرت چی بلدیم سر آزمایش قدرت دنیا نابود شد آدمای بیگناه روانه یه تابوت شد تا که این مردم پشت زخمی رو هم کنم قاطره که دوره تا بایم ازم رو کم کنم تو که دیدی قتل عام کودکان بیگناه اینا امانه خاصتی که پاره میدن خدا ممنون که تا این بخش از برنامه همچنان با هم هستید. برنامه با هم در دفاع از حق شهروندی میلیون ها انسان پادرگریز از کشور افغانستان در ایران هست. این برنامه رو به دوستانتون معرفی کنید. همین آدرسی که در پایین صفحه هست @tv با هم در تلگرام شناسه ماست. از این طریق با ما در تماس باشید. در فیسبوک با هم ما رو دنبال کنید و همینطور در یوتیوب میتونید همه قسمت‌های مختلف برنامه با هم رو ببینید. اما انتخابات پارلمانی در افغانستان با جنجال‌های زیادی همراه است. کاندیداتورهایی که در یک رقابت ناشناخته که راجبون صحبت خواهیم کرد به سر میبرن. آیا چیزی به نام انتخاب و انتخابات در افغانستان واقعیت داره؟ آیا شرکت زنان برای اینکه نماینده پارلمان، نماینده مجلس بشن در پارلمان افغانستان میتونه به وضعیت زنان بهبود ببخشه؟ آیا قوانینی در این پارلمان به تصویب میرسه که بعداً اجرایی و عملی میشه و در این حال فساد بیپایان، رشوه، واسطه‌گری چگونه میتونه یک انتخابات شفاف ایجاد کنه؟ اینها و بسیاری مسائل دیگر گفتگوی ماست با یکی از کاندیداتورهای پارلمان افغانستان ارمغان سمکنی. به برنامه با هم بسیار خوش آمدید. با عرض سلام خدمت شما آقای سیامک بهاری و تمام بیننده های عزیز برنامه با هم. ارمغان فقط من متشکرم. یک توضیح فقط راجع به اسم تو بدم که من قبلا از خودت پرسیدم و این حرفی که مثل ه و ج و خ هست با صدای س خونده میشه، یعنی سمکنی، درست میگم؟ بله بله، اسمم سمکنی مطلق مربوط میشه بر قومی و یک تعداد عده مردم یک ولسوالی در ولایت پکتیا است، نام قوم است، نام ولسوالی است که ما مربوط به او مردم میشم و برگرفته از همان است. خب ارمغان، تو در حوزه انتخاباتی کابل شرکت میکنی، درست میگم؟ بله. خب برگردیم به موضوع انتخابات در پارلمان. چرا خودتو کاندید انتخابات کردی؟
آقای سیامک، موضوعی که مرا پا داشت و من انگیزه گرفتم از موضوعی که مثلا تا اکنون ما در پارلمان تعداد زیادی از زنان را داشتیم در پارلمان افغانستان و تا به حال ما نتانستیم با وجود سرازیر شدن تعداد و مقدار زیادی از کمک ها از کشورهای خارج، جامعه جهانی، سازمان ملل و کشورهایی که متعهد به خاطر بهبودی وضعیت خانم ها در افغانستان هستند نتوانستند کاری را انجام بدن که مثلا چشمگیر باشد. بناهن ما و من حیث یک کسی که توانستیم در جامعه افغانستان زندگی کنیم، درس بخوانیم، تحصیل کنیم و مشکلاتی که صد راه ما وجود داشته با آنها همواره سردوچار باشیم و مشکلاتی که هیچگاهی مثلا ما را نتانسته که به شکلی که ما باید خود در جامعه تبارز بتیم، این مشکلات مروا داشت که من من حیث کسی که بتانم آواز خفته خانم ها باشم و هزاران دردی ناگرسته از خانم ها را من حیث کسی که واقعا ما دردی از یاره درک میکنم در پارلمان رفته و تا حدی بتانم یک کار را با آنها انجام بدم. خب این موضوع برانگیخت. خب موضوع بسیار مهمی هم هست، اما ارمغان این وضعیت فلاکتباری که الان زنان در افغانستان به اون دوچار هستند حاصل چند دهه جنگ و خونریزی و در این حال مقاومت و مبارزه زنان هست. خودت رو مبارز و مدافع حقوق زنان میدونی؟ ما زنها در افغانستان یعنی طوری که همه شاهد هستند چندین دهه جنگ، بیسوادی، فقر و همچنان میزان بسیار بلند خشونت علیه زنان در افغانستان توانسته تمام زنانی که با یک قریحه خدادادی بسیار بلند در جامعه افغانستان وجود دارند همه سرکوب شوند و نتوانند از خود در جامعه یک چهره برجسته ای را داشته باشند. اگر یک تعداد از زنای ما که فعلا در تصویر هستند ما میبینیم و مدافع حقوق زن هستند یا به شکل سرکوب میشوند و یا همچنان فرصت ها برشان مهیا نمیشوند که یا بتوانند مثلا بیشتر فعال باشند و بیشتر بر زنان فعالیت داشته باشند و یا ای که اگر فرصت ها برشان مهیا شده و توانستن خود تبارز بدن همان گونه که باید بر ما خانم ها خدمت میشه صورت نگرفته. بناهن ما من حیثی کسی که جوان هستم و یعنی از زمانی که ما بیاد میارم از زمان شروع دوران مکتب تا تحصیلات عالی و تا زمانی که ما وظیفه ایجاد میکردیم همه سراسر دچار خشونت بودیم، مشکلات بودیم، آزار و اذیت بودیم و ما نتوانستیم حتی یک روزی را با خود تجربه داشته باشیم که ما به فکر آرام بر محل کار بر تحصیل بر تعلیم رفته باشیم. بناهن ما به اینی جسارت بر خود میگم که ما فعال حقوق زن هستم و در صورتی که ما بتانم به پارلمان راه پیدا کنم ما فعالیت های بسیار زیادی را روی دست دارم، برنامه های بسیار خوبی را ما طرح ریزی کردیم که مطابق از این من میتونم که حداقل یک بخشی از مشکلات زنان در افغانستان تا حد حل بسازم. خب اگر پارلمان میتونست طی این مدت طی 12 سال، حالا وارد 13 سال داریم میشیم، در افغانستان کاری انجام بده، طی این 12 سال کاری در رابطه با زنان صورت گرفته بود، اما ما میبینیم که احزاب جهادی همچنان به نوعی در سایه حکومت دارند، طالبان در بسیاری از مناطق دست درازی میکنند و قدرت رو عملا به دست گرفتند و هر جا که احزاب جهادی و همینطور طالبان حضور دارند چیزی به نام حقوق زن معنی نداره. آیا علارغم این فکر میکنی با انتخاباتی که الان پیش رو هست اگر به تو رأی بدن میری و قوانین رو و وضعیت رو برای زنان تغییر میدی؟ موضوعاتی را که شما اشاره کردین، مشکلاتی که دامنگیر جامعه فعلی افغانستان است، این مشکلات مثلا با موجودیت این مشکلات ما نمیتوانیم که بگیم که مثلا موجودیت طالبان جهادی و همچنان بیکارگی های پارلمان ما که در حدود 13 سال نتوانستن مسئولیت های چشمگیری نسبت به وضعیت خانم ها داشته باشند، این همه را اگر ما صد راه خود قرار بدهیم ما حتی نمیتونیم تنگ بگیریم که آیا ما پای صندوق رای دهنده حاضر شویم یا خیر. ولی از آنجایی که انتخابات یکی از فرایندهای تصمیم گیری رسمی بوده و همچنان جهت داشتن یک حکومت
دموکراتیک و همچنان یک دولت مردم سالار ما باید در انتخابات اشتراک کنیم. من نمیگم که مثلا این مشکلات ما در افغانستان نداریم، بله ما با همه این مشکلات دست و پنجه نرم میکنیم. دولت ما، حکومت ما، قوای ثلاثه در دولت افغانستان باید این مشکلات هرچی جدیتر، هرچی با هر حدی که مثلا میتوانه با کمک و همکاری نیروهای بین المللی، جامعه جهانی، سازمان ملل باید با این مشکلات کنار بیاید. و ولی اگر ما این مشکلات هر چقدر بزرگ و برجسته بسازیم، ما نمیتونیم فعالیتی داشته باشیم. ما این مشکلات میبینیم مثلا در مناطقی که طالبان هستند، اصلا چی نام حقوق زن در آنجا وجود ندارد. نه تنها در مناطقی که طالبان هستند، بلکه در حتی در قسم در 70% ما میگم که مردم افغانستان بر حقوق زن اصلا آشنایی ندارن. و در یک چند سال آخری که مثلا یک چند قوانینی که در پارلمان تصویب شد یا نه زمینه اجرایی داشتن و هم نه هم قوانینی به عمل فکر کردن، دی مردم در مراکز و پایتخت و مناطق شهری افغانستان آشنایی پیدا کردن. ولی با آن هم اگر مشکلات مثلا در خط صدرا قرار بدیم، ما اصلا هیچ فعالیتی کردن نمیتونیم. من اگر ما به پارلمان راه پیدا کنم، من ایره ادعا نمیکنم که من بتونم تمام مشکلات خانم ها را حل کنم، ولی تا یک حدی میتونم که مشکلات عده ای از مردم که مثلا بر ما اعتماد کردن، رای دادن، و یا حداقل اگر ما یک تعداد یک گروهی از خانم ها در پارلمان باشیم، ما میتونیم که بسیار مشکلات زیادی مثلا حل بسازیم. بسیار عالی. حالا برگردیم به خود موضوعی به نام مشروعیت انتخابات. در این حال خودت به یک نکته هم اشاره کردی، مثلا تصویب قانون منع خشونت علیه زنان. این قانون همینطور که اطلاع داری تصویب شد و مانند یک برگ کاغذ کنار گذاشته شد. آیا در جایی این قانون الان کاربرد داره؟ مثلا اگر شما به عنوان یک زن شکایتی ببری به یک محکمه، به یک دادگاهی، برابر همین قانونی که در پارلمان افغانستان به تصویب رسید، به شکایت شما رسیدگی میشه؟ موضوعی را که من میخوام در مورد قوانینی که البته یکی قانون منع خشونت علیه زنان و همچنان قانون منع آزار و اذیت خیابانی خانم ها و کودکان بوده، این دو قوانینی که در پارلمان تصویب شد، من براتون میگم که اهدافی بسیار بزرگی از خود داشته، ولی در جمله این اهداف فکر میکنم در شماره چهارم، یکی از شماره چهار اهداف قوانین این بود که یک جنبه مثلا عملی داشته باشه و شکلی مثلا در زمینه اجرایی ازی باید روی دست گرفته شوه. ولی ما زمانی که این قانون از تصویب این قانون تقریبا 2 سال یا اضافه 2 سال میگذرد، ولی ما اصلا هیچ نوالیت با ندیدیم گرفته از این قانونی. ما اگر در محکمه مثلا در محاکمه که دوان بوده، ولی ما موضوع را میخوایم مشاره بکنم، این است که در کابل فعلا در محاکمه که در کابل است و مثلا نوعی عدلی است، در این تکسی ما اصلاحات دیده ایم. یکی از تجارب خودم بوده که زمانی که من روی یک مشکل رفت، صورت خود به مشکلات زنان رسیدگی میکنن، ولی در کل در تمام ولایت افغانستان همون به همون قسمی که قبلا بوده همون قسم جریان داره. و این قوانین چون که جوانب عملی و زمینه اجرا روی نظر نگرفته شده، من حیث اونمو قانونی که مثلا صورت گرفته بود، همون قسمی که تصویب بود، همون قسم روی یک برگه کاغذ باقی مانده. و من فکر نمی کنم که با وجودی موجودیت تعدادی از پارلمان و همچنان موجودیت جهادهای بسیار مدافع از حقوق زنان، فقط این یک کارگونه، شارگونه و قانونگونه در روی برگه کاغذ باقی مانده. و ما هیچ نوع پیشرفتی که مدعی بر تصویب این قانون در پارلمان افغانستان باشد تا به حال ندیدیم. بسیار خوب. اما اجازه بده کمی از خود پارلمان فاصله بگیریم و بریم سراغ صحنه اجتماعی. زنانی که در جدال روزمره با قوانین عقب مانده، با احزاب جهادی، با قوانین شرعیه طالبان درگیر هستند، اینا یه توقعی دارن
و اگر فرض رو بر این بذاریم که پارلمان میتونه کاری برای این زنان انجام بده، یکی از مهمترین اولویت‌های خود در پارلمان افغانستان نسبت به زنانی که در این جامعه هستند چیه؟ همینطور که گفتم خود پارلمان یک لحظه رها کنیم، از دل همین جامعه تو بزرگترین مشکل رو چی می‌بینی؟ ما یک موضوع رو مثلا بودن ما در پارلمان، قبل از اینکه پارلمان کاندیدا باشم، نامزد وکیل باشم، ما فعالیت های خود از طریق رسانه ها، از طریق رسانه های اجتماعی، رسانه های جمعی در داخل افغانستان فعالیت های خود آغاز کردیم و همچنین فعالیت های دیگری وابسته بر حقوق زنان داشتیم. این که ما پارلمان انتخاب کردیم به خاطر اینکه ما باید بیشتر فعال باشم جهت احقاق حقوق زنان در افغانستان، که یک مرجع بلندتری بوده و رسی پارلمان صدای ما، آواز ما رسیتر بوده. ولی ما زنان در افغانستان، ما زمانی که مشکلات بانوان در افغانستان میبینیم، ما از بانوانی که در مراکز زندگی میکنند، شهرستان زندگی میکنند، اصلا اشکال نکنند. چون در کابل و در مناطق دیگری مثلا در مراکز باشند، ولی برویم به سراغ بانوانی که در روستاها در سارهای بلند زندگی میکنند، تحت شرایط و عقاید و قوانین و عرف و عادات صد ساله‌ای که همونجا حاکم بوده و تا اکنون حاکم است، برویم به سراغ این بانوان. ولی اگر توانم با مراه پیدا کنم، یکی از ابتدایی ترین برنامه های ما به خاطر من حیثی کسی که ما خود افلی حق زن میگیرم، یکی از اولیترین برنامه های ما رسیدگی به اونو خانم هایی بوده که تحت حاکمیت عرف و عقاید صد ساله در روستاها در کنار کوهپایه ها زندگی میکنن، نه یک تعداد از بانوانی که در داخل مراکز شهرها زندگی میکنن و ما سمبول گونه از یا یاداوری کنیم یا محفل داشته باشیم و یا گرده همایی داشته باشیم با چند شعار، با چند گفتگوی در خاطر بسیار خوبی را طرح کردیم و می خواهیم که بدادی اونمو خانم ها باید برسیم که هم از لحاظ صحی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ مادی، از هر لحاظ سردوچار و همچنان سردوچار مشکلات بسیار زیاد بوده اند و تحت بله ظاهرن تماس ما با ارمغان سمکنه دوچار مشکل هست و صدای ایشون رو برای لحظاتی از دست دادیم. امیدوارم که الان صدای من رو داشته باشید خانم سمکنه. ظاهرن صدای ما رو نمیشنون و تماس ما با مشکل روبرو هست. بله صدای شما برای ما قطع و وصل میشه. بسیار عالی، چقدر خوب. خب ارمغان، ما وقت زیادی هم به پایان این گفتگو برامون باقی نمونده، یک سوال باقی میمونه و اون توقع تو از جامعه ایست که قراره به تو رأی بدن، تو توقعت این هست که برای رسیدن به پارلمان به تو رأی بدن؟ و این سوالی است که من ابتدای برنامه هم از تو پرسیدم و اون اینه که خود این پارلمان از نظر مردمی که هیچ نوع امنیت جانی ندارن واقعا مشروعیتی داره؟ و جوابی دوست دادی، گفتی اگر ما مشکلات رو انقدر بزرگ کنیم اصلا دیگه نباید بریم رأی بدیم. خب پیام تو برای مردمی که الان صدای تو رو میشنون در افغانستان، در ایران، اینه که بیان و رأی بدن و تو رو انتخاب کنن و این انتخابات مشروعیت داره. آقای بهاری، مشروعیت انتخابات در افغانستان یکی از موضوعات چالش برانگیزی بوده که از شروع و یا آغاز روند ثبت نام رای دهندگان در کابل، در مراکز و بالاخره در استانها و شهرانها، این موضوعات بوده که همواره مشروعیت انتخابات در افغانستان به چالش کشیده
داشتن امنیت جانی برای مردم موضوعی بوده که اصلا تا یک حدی نه، بلکه تا مثلا بسیار زیاد این مردم نسبت به انتخابات خوشبین نبوده اند و نمیخواین که بیشتر اشتراک داشته باشند. ولی قبلا مثل که قبلا اشاره کردم، در یک جامعه مردم سالار اگر ما بخوایم که واقعا جامعه مردم سالار داشته باشیم، ما حداقل طبقه با سواد، جوان، روشن فکر، باید ما در انتخابات اشتراک خود داشته باشیم. اگر ما امروز نامزد وکیل یا کاندیدا می بودم، هم به هر حالتی من من حیث یک وجیبه خود نسبت به ملت، نسبت به سرزمین در انتخابات اشتراک می کردم و حتما رای خود نسبت به نفع یکی از کاندیداتورهایی که مثلا ما باید او را حمایت می کردم در صندوق رایدهی از او رای خود حتما می انداختم. ولی باید ما در چنین شرایطی اگر بر انتخابات مشروعیت نبخشیم، اگر مشروعیت انتخابات برجسته نسازیم، ای به این معناست که ما بیشتر به سوی انزوا می رویم و به هر اندازه که مردم یک جامعه در سهمگیری و تصمیمگیری مشارک و همچنان مشارکت امور رسمی یک دولت یک جامعه سهیم نباشند، به همان اندازه این جامعه به انزوا می رود. بنابراین ما توقع ما از مردم این بوده که اگر ما این داشتن خاطره تلخ و خاطره خراب از انتخابات دوره قبل به این معنا نیست که ما دیگر نباید در انتخابات اشتراک کنیم و نباید ما وجیبه ملی خود نسبت به سرزمین خود ادا بسازیم. ما من حیث کسی که نامزد وکیل هستم بر پارلمان سال 97 تاریخ 28 میزان، ما از مردم این توقع را دارم که باید سهم بگیرند، باید به پای صندوق رایدهی بروند و همچنان رای خود به نفع یکی از وکلایی که واقعا دارای یک طرح خوب، یک برنامه خوب و با داشتن یک برنامه خوب وارد کارزار انتخاباتی شده است، به نفع از او از استفاده کنند. یک تعدادی از وکلا همچنان نامزد وکلا هستند که بدون هیچ نوع برنامه وارد کارزار انتخاباتی شده اند. باید مردم افغانستان، جوانان افغانستان، روشنفکرای افغانستان این توانایی را داشته باشند تا که این را مشخص بسازند که مثلا کدام نامزد وکیل دارای با یک برنامه وارد کارزار شده است و چی کسی وکالت را یک امتیاز دانسته و من حیث یک داشتن یک تجارت خوب وارد پارلمان می شود. ممنون ارمغان سنتنی کاندید از ناحیه کابل برای شرکت در پارلمان. برات آرزو موفقیت دارم. ممنونم که دعوت ما رو برای شرکت در این گفتگو پذیرفتی و به امید اینکه باز هم با تو گفتگو داشته باشیم. متشکرم آقای سیامک بهاری، به شما همچنان موفقیت بسیار آرزومند هستم. باز هم سپاسگزارم از دادن فرصت بر من. ممنونم. عزیزانم، به انتهای برنامه امروز رسیدیم. از طریق همین شناسه @tv با هم در تلگرام ما رو دنبال کنید، به فیسبوک ما سر بزنید و در یوتیوب هم میتونید ما رو دنبال کنید. ممنونم که این برنامه رو با همراهی شما به پایان میبریم.